با سلام و درود به اندیشکده قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران خوش آمدید. من سهراب چمنآرا هستم و هر هفته به مدت حدود نیم ساعت در خدمت شما هستم و بحث همیشگی ما قانون اساسی بوده و خواهد بود. امروز در ایران اتفاقات زیادی افتاده که هر کسی میتوانه اگه اخبار دنبال بکنه، از شمال از آذربایجان بگیرید تا جنوب در سیستان و بلوچستان، همینطور در خوزستان، در خراسان اتفاقات گوناگونی میفته. ولی علت اینکه این هفته ها من خدمت شما میرسیم اینه که ما یک مشکل در ایران داریم و اون مشکل قانون اساسیه و این مشکل به هیچ وجه حل نمیشه مگر اینکه روزی قانون اساسی جمهوری اسلامی عوض بشه. یعنی اگر اتفاقی در سال 57 افتاد و انقلابی شد، در حقیقت انقلاب قانون اساسی بود، چون ملت ایران که 150 سال بود دنبال داشتن یک قانون اساسی بود و هیچ وقت اون قانون اساسی بهش دسترسی پیدا نکرد، انقلاب 57 کرد. به همین سادگی. یعنی شما دلیل و مدرکی که میخواید از من بشنوید آخرین سخنرانی خود شاه فقیده. در 5 دقیقه صحبتی که کرد، 4 دفعه حرف از قانون اساسی زد و گفت قانون اساسی اجرا نکردم و معذرت خواست، گفت قانون اساسی اجرا میکنم، منتها دیگه دیر شده بود. یعنی از سالها پیشش، از سال 51 که در اول آذر 1351 شاهنشاه یا مهر فقید یک جمعی دور هم جمع کرد، نخست وزیر، رئیس مجلس، سنا، شورا، عمرای ارتش، همه بزرگان مملکت جمع کرد، یک سخنرانی کرد، در اونجا حرف از قانون اساسی من زد. یعنی حتی قانون اساسی مشروطه که به مراتب از قانون اساسی جمهوری اسلامی پسمانده تر، ننگین تر، مذهبی تر هست، اون را هم اجرا نکرد و به این دلیل انقلاب شد. در اون سخنرانی شاهنشاه آریامهر در حضور شهبانو دقیقاً و تحقیقاً گفت اصلا قانون اساسی مشروطه را کنار بگذارید، قانون اساسی من، و بارها این تکرار کرده که ما بعد از انقلاب ششم بهمن و داشتن 16 ماده در اون انقلاب سفید دیگه احتیاجی به قانون اساسی نداریم و این قانون اساسی ماست. حالا شما برمیگردید به همون سالهای از سال 50 تا 57، در این مدت 7 سال روزنامه ها را باید نگاه بکنید. 2 روزنامه ما بیشتر نداشتیم، اطلاعات و کیهان. خدا را شکر که سردبیر روزنامه کیهان آقای امیر طاهری در این مدت از سال 51 تا 57 سردبیر روزنامه کیهان بوده و امروز ایشان سخنگوی قانون اساسی نوین هست و تمام دستگاه‌های اطلاعاتی اون زمان بهش میگفتن چه بنویس و این اونها رو مینوشته. یعنی این که الان امروز ما در لس آنجلس آقای ثابتی داریم و آقای امیر طاهری که این دوتا میتوانند تمام داستان اون دوران برای ما بگن، هر چند که 3 شخصیت بزرگ دوران شاه فقید، علم،
اردشیر زاهدی و فردوست. اینها هر کدام خاطرات خودشان نوشتند و یعنی با خواندن خاطرات علم، یعنی شما آیا کسی نزدیکتر از علم به شاه پیدا می کنید؟ آیا نزدیکتر از اردشیر زاهدی کسی به شاه پیدا می کنید؟ آیا نزدیکتر از فردوست به شاه پیدا می کنید؟ اینها بودند و خاطرات خودشان نوشتند و خاطرات خودشان تماما نشانگر این موضوع است که ما الان داریم دائم تکرار می کنیم، که یک قانون پوسیده و توی لجن رفته و به مراتب اسلامی تر و مذهبی تر از قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون مشروطه 1906 یا 1285 مشروطه است که به امضای مظفرالدین شاه رسیده. حالا در طول این تمام این مدت به ما دروغ میگفتند که قانون اساسی مشروطه از روی قانون اساسی بلژیک نوشته شده. آخه دروغ، چرا به این دروغ به این صراحت شما میگید؟ بله، تحصیل کرده ها، فرهیختگان ما، تحصیل کرده هایی که رفتن بلژیک از زمانی که ما جنگ های با روس ها را داشتیم و قفقاز از دست دادیم، مردم آمدن فکر کردن که چرا این بدبختی و فلاکت به ایران وارد شده. از اون موقع کتاب یک کلمه نوشته شد، مردم دنبال قانون بودن. یه عده ای رفتند در اروپا تحصیل کردن و آمدن یه قانون اساسی آوردن و برای اون انقلاب مشروطه به راه افتاد. ولی دوباره آخوندا و شاه دور هم نشستند و یه قانون اساسی نوشتن که این قانون اساسی مشروطه است. یعنی شما اگر قانون اساسی مشروطه را فقط ظرف نیم ساعت بخوانید، متوجه میشین که این قانون اساسی به مراتب پستر از قانون اساسی جمهوری اسلامیه، که ما تنها راه نجات ایران تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی میدونیم. آخه ما باید چند بار بیاییم قانون اساسی مشروطه از رو بخوانیم، اصل یکش، اصل دوش و اصل 27 و اصل الحاقیش بخوانیم، که شما متوجه بشین چی بوده این قانون اساسی مشروطه. اصل یک، اصل اول: مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفری اثناعشری است و باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. به همین دلیلم هست شما اگر به زندگانی و رزومه شاهنشاه آریامهر منهای اون تظاهر به غربی و مشروب خوردنش و به اصطلاح گردش های ملوکانش به قول علم اینها را کنار بگذارید، میبینید که در سخنرانی هاش شما مصاحبهش با باربارا والترز گوش دادید، سخنرانی هاش در زمان انقلاب 6 بهمن یادتان هست که از دره سقوط میکنه، حضرت ابوالفضل از روی دره نجاتش میده، خودش کمر بسته حضرت علی میدانه. یعنی شاه ایران باید این مذهب داشته باشه و مروجش باشه. اصل دو در مورد مجلس میگه: مجلس مقدس شورای ملی که با توجه و تایید حضرت امام عصر اجل الله فرجه و بسل مرحمت اهل و حضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامی کثیر الله امثالهم و عوام عامه ملت ایران تأسیس شده، باید در هیچ عصری از اعصار موارد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیل النام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد، و معین است که تشخیص
مخالفت قوانین موضوع با قواعد اسلامی بر عهده علمای اعلام ادام الله برکاته وجود هم بوده و هست و لحاظا رسما مقرر است در هر اصلی از اعصار هیئتی که کمتر از 5 نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق علمای اعلام و حجج اسلام مراجع تقلید شیعه اسلامی 20 نفر از علما که دارای صفات مذکور باشند معرفی به مجلس شورای ملی معرفی می نمایند. حالا این تمام اینها و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجج عصر حجت العصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود. بابا حالا من قانون اساسی مشروطه رو دوباره اگه وقت بکنیم الان 10 دقیقه گذشت بخوانم اینها رو، به خاطر اینکه این آقای امیر طاهری که سردبیر روزنامه کیهان بوده و ما از ایشان خواهش میکنیم در آرشیو خودش یک روز از این روزنامه کیهان پیدا بکنه و بیاره نشان این ملت بده که در صفحه اولش تمام اخبار همین چیزها بوده که شما میبینید. اصل 27 که مهمترین اصل در قانون اساسی هست، به خاطر که در قانون اساسی مشروطه ما 3 قوه داریم، یکی قوه مقننه است، یک قوه مجریه است و یک قوه دادگستریه. مملکت به 3 شعبه تجزیه می شود. اول قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تصویب قوانین و این قوه ناشی می شود از اعلی حضرت شاهنشاهی. این مجلس شورای ملی شد. مجلس شورای ملی یعنی شاهنشاه. خب به همین دلیل هم بود. نماینده ها را خودش تعیین می کرد و هرچی هم خودش میگفت در آن واحد هم حالا اصل 48 گویا که میتوانه در آن واحد هر دو مجلس منحل بکنه. در تمام طول این 25 سال یک بار یک نفر به نام اللهیار صالح تانست با یک حقهی که حالا حقه باید اسمش هم حقه بذاریم وارد مجلس بشه و اون این بود که گفت آقا هر کس به من رأی میده 1 تومن بره تو حساب بانک صادرات به این شماره بذاره. به این دلیل هم بود که اینا نمیتوانستن صندوق رأی عوض بکنه چون آرایش خوانده میشد. گویا نماینده کاشان بود یا یزد بود. و به مجردی که انتخاب شد رفت توی مجلس شاهنشاه آریامهر اون مجلس منحل کرد همون روز دوم. ببینید اینها خاطر اختیارات چیه که در این قانون اساسی نوشته شده. دوم قوه قضاییه حکمیه که تمام اعضای دادگستری و محاکم شرعیه و عدلیه و همه چیز دوباره شاه تعیین میکنه. سوم قوه اجراییه یعنی همون دولت که مخصوص پادشاه است. یعنی پادشاه نخست وزیر هم هست، یعنی قوانین و احکام به توسط وزرا و مأمورین دولت به نام نامی اعلیحضرت و همایونی اجرا می شود به ترتیبی که قانون تعیین می کند. اصل 46 عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایونی پادشاه است. اصل 48 اعلیحضرت و همایونی شاهنشاهی می تواند هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل کند. در قانون اساسی که ما میخواییم عوض بشه و میگیم این دیکتاتوری ولایت فقیه، در حالی که اینجا ولایت فقیه بوده، یعنی شاه خودش ولی فقیه هست، یعنی آیت الله عظما هست ولی فقیه هم هست. اونجا شما تجربه کردید وقتی میخواستن بنی صدر وردارن 1.5 ماه اینها تو جلسه داشتن، رأی گیری داشتن، میامدن صحبت میکردن، آخرش مجلس رأی داد که بنی صدر عوض از خل بشه. یادتان از اول انقلاب. اصل 80 رؤسا و اعضای مجلس عدلیه به ترتیبی قانون عدلیه معین می کند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب می شوند. یعنی اذن رهبر. یادتان از که می گفتن اگر که
اذن رهبر نباشه اصلا دولت شرعی نیست. اینم اذن. شما نگاه کنید ببینید اینها، نه اینکه ایراد از شاهنشاه آریامهر باشه، ما همیشه گفتیم ما ایرادی به شاهنشاه آریامهر فقید محمد رضا شاه نمیگیریم. میگیم که آقا هر چه که هست و نیست این قانون اساسی پوسیده و زیر خاک رفته و عقب افتاده مشروطه است. شما عیسی مسیح هم بکنید شاه ایران، با این قانون اساسی یک دزد از آب در میاد، یک غارتگر از آب در میاد. این چیزیست که ما داریم میگیم. چرا اینو نمیفهمید؟ همه فکر میکنن که آقا ما خصومت شخصی داریم. نه آقا، خصومت ما با قانون اساسی مشروطه است، نه شاهنشاه آریامهر فقید و نه رضا شاه کبیر. ما داریم میگیم آقا این یعنی شما وقتی قانون اساسی به این شکل باشه، به این شکل مشروطه و به اون شکل قانون اساسی جمهوری اسلامی، شما هر کسه بذارید ولی فقیه و هر کسه بذارید شاه، آخرش همون میشه که میبینید. در درجه اول غارت ایران. اگر در این جمهوری اسلامی 1,000 میلیارد دلار اینها ارز خارج کردند و تمام صنایع هم به اسم خودشان یا کردند، در رژیم شاهنشاهی معادل همین مقدار هم از ایران ارز دزدیده شده. منتها چون ملت خوشحال بودند، چون ملت ناچار یه موسیقی داشتند، گوگوش داشتن، ابی داشتن، مهستی داشتن، عرقشان می خوردن، تفریحشان می کردن، فکر این چیزا نبودن. ما بارها گفتیم در همین جمهوری اسلامی اگر اینا حجاب آزاد بکنن، یعنی بگن آقا روسری به هر شکلی خواستید موسیقی هم آزاد بکنن، شما متوجه باشید 50% این ملت دوباره طرفدار این رژیم میشن و این رژیم شاید بگم ابدالدهر باقی خواهد ماند. الان اگر محبوبیت اینا حدود 30% هست یا 10% هست، به خاطر این محدودیت های تفریحی است که بهش میگفتن در زمان شاه ما آزادی های اجتماعی داشتیم ولی آزادی های سیاسی نداشتیم. یعنی اگر همون آزادی های اجتماعی به ملت بدن، که آزادی اجتماعی منظورشان اینه که چون در جمهوری در زمان شاه 2 روزنامه بود، اون کیهان و اطلاعات بود که هر دو ساواک می نوشت و می داد به یک آقای به نام امیر طاهری، اینا را توی روزنامه کیهان می نوشت و اون تقیم اطلاعات هر دو اینا یکی بودن. اینجا ما الان ما 2-3 روزنامه داریم که همش کنترل شده است، یعنی خود ولی فقیه روشان کنترل داره. به همین دلیل هم هست در زمان خاتمی آمدن قانون مطبوعات بنویسن، تصیب کنن. یک حکم حکومتی آمد که آقا اصلا در مورد مطبوعات صحبت نکنین، چون طبق قانون اساسی مشروطه این با ولی فقیه. و از تمام این قانون اساسی مشروطه احمقانه تر این مجلس مؤسسانشانه که خیلی ها هی میگن مجلس مؤسسان. شما نگاه بکنین در مجلس مؤسسان هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا، اصل الحاقیه به متمم قانون اساسی در مورد مجلس سنا است، مجلس سنا هر یک جداگانه خواه مستقلن خواه نظر پیشنهادی دولت لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی متمم آن را به اکثریت 2/3 کلی اعضا بنهد و اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی نیز نظر مجلس را تایید فرمایند، فرمان همایونی برای تشکیل مجلس مؤسسان و انتخابات اعضای آن صادر می شود. یعنی مجلس مؤسسان هم باید با نظر شاهنشاه باشه. و حالا این مجلس مؤسسان اعضاش اینقدر هستند و در این اصل شامل هیچ یک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور
که طریقه حقه جعفری اثناعشری می باشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی گردد و اصول مزبور الالعبد غیر قابل تغییر است. یعنی ای شمایی که ای حرف از مجلس مؤسسان میزنید، مجلس مؤسسان تعریفش چیه؟ تعریفش اینه که اینجا نوشته تو قانون اساسی مشروطه که آقای امیر طاهری میخواد قانون اساسی مشروطه رو برای ما دوباره به نام قانون اساسی مشروطه نوین، اینها نه اینکه آدمهای بی سوادی باشن، برعکس آقای امیر طاهری 100 تا کتاب نوشته، 1000 تا مقاله نوشته، سردبیر کیهان بوده در زمان شاه و سردبیر نویسنده کیهان لندن بوده. یک همچین شخص با معلوماتی وقتی که میاد در تلویزیون بی بی سی و یا من و تو یا اینترنشنال مصاحبه میکنه و همم هزاران صد هزار نفر بهش گوش میدن، یک حرفای سرهم میکنه که اصلا شما باورتان نمیشه. یعنی میاد میخواد ثابت کنه که آقا شاهنشاهی و قانون اساسی مشروطه بسیار دموکراتیک هست و قانون اساسی مردمی. حالا چون خجالت میکشه حرف از قانون اساسی مشروطه 1906 بزنه، اسمش میگذاره مشروطه نوین. منتها فقط میگه مشروطه نوین، نمیگه مشروطه نوین چیه. یعنی ببینید، همین چیزی است که 10 سال 12 سال پیش ما رفتیم به رضا پهلوی گفتیم و آقای نصر احمدی مأمور این کار شد که بیاد این قانون اساسی مشروطه را تصحیحش بکنه، چون آقای رضا پهلوی طبق قانون اساسی مشروطه اول انقلاب آمدن در لس آنجلس دور هم جمع شدن زعمای قوم، آقای عالی خانی و آقای امیر طاهری و این افراد دور هم جمع شدن و ایشان قسم خورد و اسمش هم گذاشتن اعلی حضرت رضا شاه دوم. تمام این جانگولک بازیایی که اینا در میارن فقط به خاطر اینه که بیان رضا پهلوی مطرح بکنن. حالا ببینید، ما حرفی که زدیم برای تغییر قانون اساسیه و بارها اینه گفتیم که این تغییر قانون اساسی در ایران در 8 مرحله انجام میشه. بعد از سالها که مردم در مورد تغییر قانون اساسی کنفرانس ها داشتن در دانشگاه های ایران، از 10 سال 12 سال از جنبش سبز بگیر، این سال 88 12 سال پیش، بالاخره 2.5 سال پیش در خرداد 98، 2 سال و چند ماه پیش یک بیانیه در ایران درست شد، منتشر شد به نام بیانیه 14 تن. و از اون موقع که این در بیانیه 14 تن ما عیناً گذاشتیمش در وبسایت قانون.org که شما اونجا می توانید ببینید، که گفتن قانون اساسی باید تغییر پیدا کنه. بسیار خوب. ما هم گفتیم این قانون اساسی به این شکل نیست که مردم بیان توی خیابان، بعد مجلس شورای اسلامی بیاد تشکیل جلسه بده بگن بیاین قانون اساسی عوض بکنیم. این مراحل داره، به این سادگی انجام نمیشه. ما گفتیم این در 8 مرحله انجام میشه و بعد از بیانیه 14 تن ما الان در مرحله 4 هستیم و گفتیم اونجا نوشتیم مراحله، که در این مراحل مرحله 5 وقتی است که تحریم های آمریکا هوشمندانه میشینه، تحریم رو دزدا میذاره که نمیگذاره، به خاطر اینکه اصلا خود آمریکا و اسرائیل میخوان این رژیم پا بر جا باشه، به این شکل سانکشن ها رو بگذارن که اینا بتوانن به عنوان دور زدن سانکشن ها دور بزنن و حدود 20% 30% از هر درآمد نفتی ایران اینها بدزدن و بیارن تو بانک‌های خارجی بگذارن. خب مگه آمریکا مغز خر خورده بیاد قانون بخواد ازن در مورد این تحریم‌ها را هوشمندانه بکنه؟ اصلا آمریکا تحریک میکنه که آقا برین دزدی بکنید، پولاتونو بیارین تو کانادا بگذارین،
تو استرالیا بذارین، توی نیوزیلند بذارین، توی لندن بذارین، توی آمریکا بذارین. الان تعداد آقازاده های میلیونر در آمریکا بیشتر از اون دزدان فراری 57 و 56 بوده شده. یعنی اینها تقریبا تحقیقا حدود 1000 میلیارد دلار دزدیدن و حدود چندین هزار میلیارد صنایع به نفع خودشان ضبط کردن و منافع اون دوباره عرض کردن و آوردن خارج. به همین دلیل هم است که ملت در این فقر و بدبختی است. بنابراین این میشه تحریم هوشمندانه. وقتی که تحریم هوشمندانه بشه، ما تجربه کردیم که به مجرد اینکه تحریم هوشمندانه میشه، اینا میان پای مذاکره در مورد مذاکره با کی میکنن؟ با داخل ایران. داخل ایران هم یه قانون اساسی حسن نایب هاشم و تیمسار آریان پور هست که همین قانون اساسی جمهوری اسلامی گرفتن این دو نفر و ما این قانون اساسی نایب هاشم و تیمسار آریان پور گذاشتیم در وبسایت قانون.org. همین قانون اساسی مشروط جمهوری اسلامی، اصل ولایت فقیهش برداشته شده، اصل هشتش برداشته شده، اون چیزای اسلامیش، و یک انتخابات میشه برای مجلس شورای ملی بدون شورای استصوابی و از این حرفا. این در مرحله هفتم میشه. در مرحله هشتم در مرحله شورای ملی مینشینن و قانون اساسی جدید مینویسن. آخه کجای این حرف مشکل درکش؟ منتها ما میگیم بعد از این که آقایان و خانمهای مجلس شورای ملی تصمیم گرفتن قانون اساسی بچینن، در مرحله نهم که اصلا مورد بحث ما نیست، میان تصمیم میگیرن که آقا ما نظامه، یعنی نه اینکه نظام، آیا میخوایم شاه داشته باشیم به عنوان رئیس مملکت یا شخص انتخابی، یا میخوایم رئیس جمهور داشته مون تا اختیار نداشته باشن، مثل رئیس جمهور اسرائیل، مثل رئیس جمهور آلمان، یا اینکه شاه میخوایم مثل شاه بلژیک، مثل شاه کشور اسکاندیناوی. در مرحله نهم که اصلا ما اصلا دنبالش نیستیم، اصلا فکر نمی کنیم. منتها این چاپلوس های رضا پهلوی و چاپلوس های مریم رجوی که آقا من اصلا نباید دید مریم رجوی و اینا رو میان بکشم، در درجه اول چاپلوس های رضا پهلوی، ما میگیم آقا شما اول بیایید قانون اساسی عوض بکنید در مرحله هشتم، بعد اون موقع اگر که ملت ایران گفت آقا این رضا الدین که در مدت 47 سال آمده آمریکا با حدود 1 میلیارد دلار به پول امروز و اون موقع به پول اون موقع با 62 میلیون دلار و در این مدت هیچ کاری به غیر از عیاشی و الواتی و حرف مفت زدن و شورا درست کردن و ققنوس و فرشگرد و جمهوری خواهی و تجزیه طلبی کار دیگری نکرده، اگر گفتن که آقا بالاخره این هرچه باشه نوه رضا شاه، بالاخره اینه بدونیم شاش بکنیم، اون موقع در مرحله نهم این آقا میتوانه حرف بزنه. ولی آقا تو خفه شو، حرف نزن، بگذار این ملت، ملتی که داره میسوزه، داره از بین میره، این ملت بتوانه این مراحل طی بکنه تا اینکه به اون مرحله هشتم برسه. ولی آقا مگه این ولکن هست؟ تمام رسانه های آمریکا و اروپا و بی بی سی و منوتو و اینترنشنال و عربستان و همه در اختیار اینها هست و اون چیزایی هم که در لس آنجلس فراری های 56 و 57 آمدن که الان در رأسشان کانال یک هست و آقای شهرام و همایون هست، اینها همه اصلا بدون این که مسئله رو بخوان حل بکنن میگن آقا اول این شاه بشه بعدن بیاین مسائل حل بکنیم. اول اینه شاه شما قبول بکنید. آقای شهرام همایون میگه به کمک سه چیز ما رژیم جمهوری عوض میکنیم. یک پرچمه. دو شاهزاده رضا پهلوی و سه کانال یک. این شهرام همایون، اونم امیر طاهری. شما نگاه کنید ببینید
بدبختی این ملتی که در داخل ایران 80 میلیون هستند و پشیزی هم برای این 10 میلیون ایرانی که در خارج هستند قائل نیستند، این 10 میلیونی هم که در خارج هستند و میتوانند یک کاری بکنند که این دولت آمریکا یک گوشه چشمی به ملت ایران نشان بده و بگه که آقا بله قانون اساسی این جمهوری اسلامی تروریست پرور است و رژیم ها تحریم ها رو هوشمندانه بکنه. اینها اعضاشان و حرفشان اینه که آقا بیایم قانون اساسی مشروطه نوین درست کنیم و بیایم رضا پهلوی شاش بکنیم. این تمام کاری است که اینها میکنن. ما با این مشکل روبرو هستیم و هر هفته ما میایم اینجا در مورد این مسئله صحبت میکنیم. 40 نفر 50 نفر هم به حرفای ما گوش میدن. آقای رضا پهلوی و دیگران هم میان ویدیوهای چند سال ما را که هر هفته آمدیم صحبت کردیم و همین حرفا را زدیم، قانون اساسی مشروطه را خواندیم، قانون اساسی جمهوری را خواندیم، خاطرات علم گفتیم و خاطرات فردوست گفتیم و خاطرات زادی، اونا رو مسدود میکنن. برید در قانون.org نگاه کنید. یک، ولی خودشان 70,000 80,000 نفر بیننده دارن، نگاه میکنن. همم چاپلوسی رضا پهلوی که شاید این آقا که هیچ وقت خودش هم در همین حالا وقت ما هم گذشته یادم میفته که آقا خودش همین عید امسال بود آمد گفت، آقا خانمش گفت ما اصلا ایران برون نیستیم، 7-8 سال پیشم اینا بردن، آقای اردوغان بهش گفت اینجا بیا یه شهری درست بکنیم، اون گفت اول یه پولی به من بده تا اینکه من برم یه 5 میلیون دلاری همونطوری که از پادشاه مراکش گرفتم. این اصلا پاش نزدیک ایران هم نمیذاره، چه برسه اینکه بخواد بره ایران. شاله این ملت هم این. و ما همیشه هم اینه گفتیم آقا فرض فرمایید که شما، ما هم قبول کردیم آقای رضا پهلوی رهبر، آقا ایشان رضا شاه دوم، قبول. حالا هم پدرش و هم پدر بزرگش قبل از سن 60 سالگی فوت کردن، به هر حال امکان این که ایشان هم الان 60 سالشه یا 61 سالش شده، ایشان که 100 سال عمر نمی کنه، ایشان هم ممکنه مثل هر کس دیگری به هر حال مریض بشه، سکته بکنه، از صحبت بیفته، حالا خدا نکنه هیچ وقت از دست بره. ولی خود شما چی کار میکنی؟ همه تخمرغا رو هم گذاشتی تو یک بزه همان چه رضا پهلوی. لااقل اگر آمدید، اگر شاهزاده علی رضا زنده بود یا اینکه پاتریک علی پاتریک پهلوی می رفتین دنبال اون، بالاخره اینا یه سرشان و تنشان می ارزن. ولی این بابا رو پیدا کردین که اردشیر زاهدی بهش میگه الدنگ و اینم سابقه شه و می خواین این اول شاه بکنید بعدن بیاید برید رژیم جمهوری اسلامی به اصطلاح سرنگون بکنید که همین در همین خواب و خیال هم باشید. به هر حال این حرف اول آخر ماست و تا هفته آینده خداحافظ شما.